سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. شرکت خصوصی هوایی صافی دوباره اجازه پرواز را دریافت کرد. بیش از این پروازهای شرکت صافی از سوی وزارت مالیه به دلیل عدم پرداخت مالیات منع اعلام شده بود. اکنون شرکت صافی با پا در میانی اتاق تجارت و صنایع افغانستان تعهد کرده است که قرضه های مالیاتی خود را به گونه یک قسط می پردازد. این شرکت از بابت عدم پرداخت مالیات مبلغ 1,152 میلیون افغانی بدهکار می باشد. رئیس انکشافی برنامه های ملل متحد در امور کشورهای آسیای میانه می گوید که تطبیق اهداف انکشاف پایدار برای کشورهای فقیر بسیار مهم می باشد تا در چهارچوب جهانی فقر را کاهش دهند. در همین حال وزیر اقتصاد کشور می گوید اهداف انکشاف پایدار را در سطح ملی را اندازی خواهد کرد. اولین محموله چین قرار است که فردا به افغانستان برسد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از آغاز فعالیت های ترانزیتی افغانستان و چین استقبال کرده. میگوید که شروع شدن انتقالات از طریق خط آهن سبب بیشتر شدن رشد تجارت بین دو کشور خواهد شد. و برای بحث بیشتر رمضان بشردوست نماینده واقعی مردم اینجا با ما هستند. واقعی بشردوست خیلی خوش آمدید. تشکر از دعوت شما. زنده باشین. آقای بشردوست، با آغاز فعال شدن خط آهن چین افغانستان چقدر میتونه که روی تجارت ما تاثیر مثبت بگذاره؟ به نام حق و به یاد شهدا سلام به شما و تمام بینندگان شما. علیکم. رابطه تجارتی افغانستان با چین مسلماً بسیار توسعه پیدا میکنه، اما این یک توسعه است که یک جانب است. این راهی است که به اصطلاح به نفع یکی است. همانطور که رابطه تجارتی افغانستان وقتی که آقای حامد کرزی و آمریکا و کشورها آمدن و میلیاردها دلار ریخت، رابطه تجارتی ما با پاکستان در زمان آقای کرزی هیچ قابل مقایسه با زمان ملا عمر نبود. 500 میلیون دلار فکر میکنم در زمان ملا عمر بود. در زمان آقای کرزی به 3 میلیارد 3.5 رسید. و همچنین رابطه تجارتی ما با ایران تقریبا از رکود به 1.5-2 میلیارد دلار رسید. اما این رشد، این توسعه فقط 5% به نفع ماست و 95% به نفع کشورهای خارجی است. یعنی به این معناست که متاسفانه رهبران افغانستان، اقتصاددانانش، نخبگانشان یا آگاهی اقتصادی ندارن و یا مثلا فعلا وزیر اقتصاد من اینجا دیدم که از رشد پایدار میگوید افغانستان شروع میکنیم. من شرط میکنم ازش پرسان کنین که رشد پایدار چیست، شاید نفهمد، بخاطر که یک کلمه از اقتصاد در جگرش نیست. یک ممکن یک نبوغ نظامی باشد، چون میگه تحصیلات نظامی دارم، ممکن از ناپلون هم، از هیتلر هم از نظر نظامی قوی تر باشه، اما از نظر اقتصاد به یک شاگرد محصل صنف اول توانش ندارند. بخاطر است که نخبگان افغانستان، رهبران سیاسی افغانستان هر کاری که میکنن متاسفانه یک تجزیه و تحلیل علمی ندارن و یک تجزیه و تحلیل دراز مدت ندارن. فردا قطارهای چین وارد افغانستان میشود، مملو از زباله‌دانی کالاهایی که در چین بی کیفیت و حتی تاریخ تیر شده پور هستند و در بازار افغانستان سرازیر می شود و هیچ گونه کنترل جدی هم از طرف افغانستان نیست. کسی که کنترل میکنم دادانش معذرت می خوام یک استخوان مندازه، او اصلا تیلی که در میش افغان استقلال که نزدیک تلویزیون شماست، بعد ده ها افغان ما در حالت سوختگی من دیدم که واقعا وحشتناک است. چرا؟ به خاطر اینکه تیل ناخالص میاد کنترل می شود. عین چیز ما با ایران، ایرانی ها هم با افغانستان یک راه آهن ساختند در سرحد خود، آسیای مرکزی هم یک راه آهن ساختند. در واقع این سرگ آهنی است که اینها می سازند تا زباله‌دانی خود در واقع در افغانستان وارد میکنند و بدون کنترل صحی، بدون کنترل کیفیتی و امثال هم در اینجا میاد. و حتی فاجعه آمیزتر این است که تمام صنعت متوسط افغانستان سقوط کرده. چند ماه پیش فعلا در شارینو جنگ گفتند در جیران است. چند ماه پیش من در شارینو رفتم، در پارک قدم می زدم، یکی از هموطنان با من گفت که وکیل صاحب اگر وقت داری فابریکه منو ببینین. ساعتای 5-6 بود.
من بسیار تعجب کردم، گفتم در این وقت شب ما فابریکه شما رو در کجا ببینیم؟ من فکر میکردم که در پارک صنعتی در یک جای دور، و من گفت که در این طرف پارک است. راستی در یک سرای رفتیم، اینها فابریکه بود دوزی داشتن، در داخل بود تولید میکرد، اما تمام ماشین آلاتشان جمع کردن در کارتون گذاشتن، گفتن چندین ماه میشه که این کاملا ورشکست خورده، به خاطر که بوتای چینایی، کوریایی و پاکستانی و چینایی به صورت دامپینگ در افغانستان وارد میشه، بازار ما رو سقوط میدهد و بعد بازار ما رو تسخیر میکند. اینجاست که بله آقای بشر دوست، محمولی که فردا قرار است از چین برسه، یعنی تمامش میتونه مواد بی کیفیت باشه و ایش تاثیر روی اقتصاد ما نخواهد گذاشت، و در اینجا چقدر به گفته شما صنعت نوپای ما میتونه که ضرر منفی بشه؟ صنعت نوپای افغانستان میکشد، به خاطر است که ما یک تضاد بین تاجرای افغانستان و صنعتکارای افغانستان داریم. تاجران افغانستان من امروز میبینم بسیار فعال هستند، بخصوص یک لابینگ بسیار قوی اینها دارن که میخوان که صنعت افغانستان بکشن. اینها بودسازی افغانستان به سقوط کشاندن، اینها قالین بافی افغانستان به سقوط کشاندن، اینها خیاطی افغانستان به سقوط کشاندن. امروز به ده ها حتی به هزاران خیاط ما دست بالا شب به عنوان مثال در دکانش نشسته، به خاطر چی؟ به خاطر که لباس از پاکستان وارد می شود، دخته از چین وارد می شود، و اینها مثلا خاصیتی که پاکستان و چین و ایران و کشورهای دیگر دارند، مثلا این قلمی که در افغانستان تولید می شود، ده افغانی صنعتکار ما ده افغانی تولید می کند، ده افغانی دو نیم افغانی می فروشد تا نیم افغانی به اصطلاح فایده کند. چین یا پاکستان یا ایران این قلم در وطنش به 11 افغانی تمام می شود، اما در افغانستان وارد می کنند به 9 افغانی می فروشند. و مردم افغانستان هم هر کس منافع خود میبیند، نظر اقتصادی مردم افغانستان میره قلم پاکستانی، چینایی، ایرانی و امثال هم میخرن، به خاطر اینکه یک افغانی ارزان است. وقتی که صنعت قلمسازی افغانستان سقوط کنه، بعد از او همان فابریکی چینایی این قلمی که 8 افغانی میفروخت به 10 افغانی، به 15 افغانی، به 20 افغانی میفروشن، یعنی از دامپینگ استفاده میکنند. افغانستان متاسفانه کشور بی‌صاحب است، کشوری است که رهبرانشان زمام اموری که در دست دارن متاسفانه از نظر علمی، از نظر دلسوزی این صلاحیت و این تجزیه و تحلیل ندارن که دقیقا تصمیم بگیرن که همین خط آهن که ساخته می شود، چرا این خط آهن بر اساس پلان اقتصادی افغانستان ساخته نمی شود. یعنی هیچ پلان اقتصادی قبل از این وجود نداشته متاسفانه. روی خط آهن. متاسفانه در زمانی امان‌الله خان اگر شما به یاد داشته باشین، یک خط شهری را راه انداخت که از قصر دارلمان طرف شور میرفت و بعضی آثارش است، و تعجب است که در زمانی بود که حتی بعضی کشورهای اروپایی خط آهن نمیشناختند. بعد از او در زمان داوودخان هم یک نظری به وجود آمد که باید خط آهن ساخته شود، اما پلان اینها این بود که خط آهن ولایات صنعتی مهم افغانستان، ولایات مهم اقتصادی افغانستان را وصل کنه تا ما تولیداتی که در افغانستان داریم اول در ولایات مهم خودی را ما بر توزیعش کنیم و بعد از او به صورت در خارج پیش ببریم. من خودم به اقدسم که اگر واقعا رهبران کشور دلسوزی می داشتن، می خواستن که خط آهن بسازن، اول باید خط آهن بر اساس یک پلان اقتصادی ساخته شود. مثلا ما نیاز داریم که در جایی که معدن ما استخراج می شود خط آهن باشد که انتقال بدهد. حالا آقای بشردوست، گزارش که قبلا وجود داشت گفته شده که این راه میتونه کوتاه‌ترین راه برای بازرگانان باشه و میتونن که اینو اقلام خود با قیمت خیلی خوب به کشور چین برسونند، و همچنان میتونه این راه ترانزیتی یا راه بدیل کشور پاکستان باشه. این حرفا چقدر میتونه واقعیت داشته باشه؟ اولا این یک واقعیت است که برای تجار افغانستان این مفید است، اما چیزی که برای تجار افغانستان مفید است برای صنعتکاران افغانستان مضر است. یک چیز میتواند زهر باشد برای یک، عسل باشد برای دیگر. مثل که جنگ در افغانستان برای بعضی کسا عسل است واقعا، و نمیخواین که اینها جنگ ختم پیدا کنند، چی رهبران افغانستان، چی رهبران خارجی، اما جنگ برای مردم افغانستان، برای مالیات دیندی آمریکا و آلمان و امثال هم یک زهر است. صد در هر مسئله تضاد منافع وجود دارد، اما در کشور ما متاسفانه قدرتی وجود ندارد که تضاد منافع را بر اساس منافع ملی معیار حل کند. یک نقطه. نقطه دوم، تاجر ما که میگوید برای ما خوب است، ما صادر میکنیم به چین، چی صادر میکنی؟ تو چی داری؟ کدام اقلام را اینا میتوانند کشمش داره؟ کشمش داره، بادام داری، انگور داری، و انگوری تم
نصفش یا 70%ش در تابستان چون سردخانه نساختن در تابستان ای با قیمت کا فروش میشه و حتی پاکستانی و ایرانی و خارجی ها با قیمت کا ایره در کشور خود میبرن. بعد زمستان کیلو سیبی که در مثلا از 10 افغانی به ما خریدن تابستان واقعا همین کیلو سیب با 90 افغانی زمستان به ما دوباره میفروشن. بنابراین افغانستان اول باید تولید داشته باشه که صادر کنه. وقتی تولید نداشته باشی چرا صادر میکنی؟ در طول 15 سال حکومت افغانستان متاسفانه نتونست که یک سردخانه بنیادی و اساسی را بسازه. ما اگر بتانیم که سردخانه اساسی و بنیادی داشته باشیم و برق هم داشته باشه که سرد نگاه کنم، و من گفتم که در کو در فکر در کلسوالای قاولات کابل در کوی بسیار دور بسیار بی کیفیت یک سردخانه را ساخته، اما برق نیست. وقتی برق نباشه سردخانه به درد نمیخوره. او سردخانه را هم چرا در اونجا ساخته؟ به خاطر اینکه یک از مقامات دولتی زوردار بو مسئله را در اونجا کشتن. بنابراین به نظر من اول کاری که ما انجام بدیم، اول که رهبران افغانستان، من یک روز در طول تاریخ من ندیدم که نخبگان افغانستان، رهبران افغانستان، والی، وزیر، ولسوال، پادشاه، رئیس جمهور، عین و غین به اصطلاح یک جدال علمی داشته باشند که چی تولید ما کنیم اول افغانستان. مثلا آیا ما به تولید زراعت اول باید اولیت بدیم یا به تولید صنعت ادامه ما باید اولیت بدیم؟ جنگ و جدال اینها متاسفانه همیشه بالای چوکی و جیبشان است. باید اول ما در افغانستان یک پالیسی اقتصادی استراتژی داشته باشیم، بعد از او که ما این هدف خود تعیین کردیم، مثلا ما میخوایم از افغانستان یک کشوری زراعتی و تولیدی که من وقتی در وزارت پلان بودیم پیشنهاد کردیم و حتی بندهای ما پیشنهاد کردیم که خوشبختانه در ناهور ساخته شد، در فاریاب بند المار در حال ساختن است و حتی در سرچشمه است چشمه صفا او زمان با والی که اگر والی کار میکرد حالی شاید نامش در تاریخ میموند، اما چون اینا در قصه کاخ و قصر است او چشمه صفا را هیچ در قصهش نگشت با اینکه ما پلان دادیم یا پلان بند للنده را ما دادیم. بله. اینجا به نظر من اول ما باید معادن خود فارم‌های زراعتی خود بند بزرگ ذخیره آب بسازیم. وقتی تولیدات داشتیم بعد از جایی که ما تولیدات بزرگ داریم از آنجا باید هم سرک هم خط آهن ساخته شود که به کشورهایی که نیاز دارد اینا برساند. حالا آقای بشردوز در اینجا اهداف چین چی میتونه باشه؟ اهداف چین به نظر من اول اهداف اقتصادی است. چین یک کشور است که از نظری از نظری تجارتی از نظر اقتصادی مثل مورچه خاصیت دارد که موریانواری که داخل می شود و از بین می برد. به میلیون ها افغانی پول افغانستان به چین وارد می شود در مقابل تولیدات بیکیفیتش از یک طرف، تولیدات تاریخ تیر شده ایشی و حتی تولیداتی که از نظر صحی بر افغانستان مضر است مثل تولیدات ایران، مثل تولیدات ما امروز در فروشگاه در بعض فروشگاه که میریم میبینیم اول متاسفانه مردم ما هنوز عادت نکردن که امی تاریخی یک چایی که میخرن ببینن. مثلا لوبیا را که قوطی میخری یا نمیدونم شیر خشک که برای اولاد خود میخری هیچ تاریخش نگاه نمیکنن که در قصه هیچ خبر ندارن. از حتی به من گفتن از ایران و پاکستان بعضی تاجرای بی‌وجدان وجود دارند که مواد و تاریخ تیر شده ایشان از فروشگاهشان جمع میکنند در افغانستان وارد میکنند. اولین مفیدی که فایده‌ای که برای چین دارد و برای 4 تا تاجر بی‌وجدان ما که دست به کارو میزنند این است که جیبا اینها رو پر میکند، اما به ضرر صنعت ما، به ضرر تولیدات ما، به ضرر اقتصاد ما. و از طرف دیگر همونطور که شما اشاره کردین گفتن که ما از پاکستان از زیر سلطه پاکستان از نظر اقتصادی 50% بیرون میشیم، اما ما فراموش میگیم که پاکستان و چین تقریبا دور یک سر کس در گزارشات نشان داده آقای بشردوست که این خط آهن میتونه که چین از طریق این خط آهن مادر افغانستان انتقال بده. چقدر میتونه این حرفا واقعیت داشته باشه و دقیقاً چقدر میتونه که این راه کوتاه‌ترین راه برای بازرگان افغان باشه؟ اولین قرارداد مهمی که چین با افغانستان امضا کرد میسی لوگر است. اگر واقعا چینایی ها نشان میداد که حتی بر اساس منافع 50% افغانستان کار میکنن، ما میتونستیم که اعتماد کنیم که میتونه این خط موثر باشه. اما ما دیدیم که اول چینایی ها قرارداد دو سال پیش اینا گفتن این قرارداد ما قبول نداریم، باید قرارداد دوباره مذاکره شود. وعده داده بودن که نمیدونم چند صد مگاوات برق اینا در همین قرارداد وعده داده بودن، خطی آهن به مردم وعده داده بودن،
کی قدر افراد استخدام میکنیم از خودی منطقه. اما چینایا نه تنها به یک که از این ماده ها عمل نکردن، بلکه حالا میگوید که نه ما برق به شما میدیم نه خط آهن، ما را مفت مجانی شما مثل خود در اختیار ما قرار بدین. یعنی چین، شرکت هایی که چینی که در افغانستان کار میکند، شرکت های آمریکایی و فرانسوی و ایرانی و پاکستانی و هندی، تمام شرکت ها شرکت های استخباراتی است، شرکت های مسلکی اقتصادی بازسازی نیست و قراردادی که نمیگیرن قراردادی نیست که بر اساس لیاقت خود، بر اساس امکانات خود، بر اساس مطالعه تکنیکی خود بگیرن، بلکه بر اساس رشوت. در زمانی که قرارداد میست چینایا گرفتن، در روزنامه واشنگتن پست اگر اشتباه نکنم مقاله منتشر شد که وزیر معدن آن زمان افغانستان 5 میلیون دلار از چینایا در دبی رشوت گرفته، وزیر در آن زمان تکذیب کرد. اما ما تجربه ای که ما داریم این است که هیچ کشور تا امروز که در افغانستان کار کردن، هیچ کدام اینا کار اقتصادی بنیادی برای افغانستان نکردن. و بنابراین من به یقین هستم که تا زمانی که رهبران افغانستان، زمامداران افغانستان، نخبگان افغانستان که اینا فقط سری چوکی و قدرت و سری معذرت میخوایم سری بادیگارد و سری پول و سری خانه و سری این چیزها جنگ دارن، در سر روی هم دیگر میزنن، تا اینها مس نقش اقتصاد در رشد، در توسعه، در امنیت، در صلح و ثبات نیابند و بعد با کشورهای دیگر مستقل صحبت نکنند. تعدادی از رهبران سیاسی افغانستان است که قبلی سیاسیشان تهران است یا اسلام آباد یا پیکین یا پاریس است. وجود دارد که گاه نرسه که روابط ما با چین هم خیره شود مثل ایران و پاکستان، در اینجا بازرگان ما چقدر زیان خواهند کرد؟ هیچ تضمینی اول وجود ندارد که چین در مسائل فعلی افغانستان، تا جایی که ما شاهد هستیم، اینها از پاکستان مجزا شوند. شما اگر شاهد باشین، چند ماه پیش چینایا یک اعلامیه منتشر کردند. در اعلامیه نوشته بود که پاکستان در مبارزه علیه تروریسم با جدیت تمام کار میکند. یعنی چینایا و پاکستان ها تقریبا دور یک سکه هستند، منافع مشترک استراتژیکی در از مدت دارند و ما مثل که از زیر ناوه براییم، نمیدونم زیر چی، یک مثال میزنن، مثل است که از زیر قطره آب بیرون میشی زیر ناوه مثلا میشینید. و دیگر مسئله برای من مهم نیست که چین است، آمریکا است، فرانسه، آلمان است. من میگم بلا زدم ای رهبران کشور، ای زمامداران کشور که خداوند 400 نو معدن در اختیارشان قرار داده، خداوند بر اینا 70 میلیارد متر مکعب آب جاری دادن، خداوند به اینها 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت دادن. اینها اگر بتونن این امکانات خود را بر اساس اقتصاد استفاده کنن، حتی من به یقین هستم که لازم نیست که ما یک دلار، یک یورو، یک پوند یا یک کلدار یا یک افغانی مصرف کنیم تا مثلا سرک بسازیم، تا بند بزرگ ذخیره آب بسازیم. بزرگترین شرکت های اقتصادی، نه استخباراتی، در دنیا وجود دارد که اگر شفافیت وجود داشته باشد، اگر حکومت درست وجود داشته باشد، مثلا قرارداد بسته میکند که ما بند بزرگ ذخیره آب میسازیم از پول خود، اما مثلا 10 سال یا 15 سال ما خود ما استفاده میکنیم، بعد اختیار شما قرار میدیم. اما رهبران افغانستان، زمامداران افغانستان، جنگشان متاسفانه همیشه سری کیک است، نه سری بازسازی. من یک رهبر تاجیک، یک رهبر ازبک، یک رهبر هزاره، یک پشتون، چون همین چهار قوم رهبرانشان قدرت دارد، اقوام دیگر متاسفانه هیچ گونه سهمی در قدرت ندارند، من یک روز رهبران از اونار نشنیدم که بگوید که ما از نظر اقتصادی مثلا این پالیسی را داریم، ما میخواهیم که مثلا اول معدن افغانستان استخراج شود، یا اول بند های افغانستان ساخته شود، یا اول سرک برای افغانستان ساخته شود. فقط جنگ از اینا متاسفانه سر لاف مولا نصرالدین است و این برای کشور ما فاجعه است، بخاطر که امروز 90% بیکار است. کارها در موتر فروشی بریم، در موچی بریم، در سلمانی بریم، در فابریکا بریم، در هر جای بریم، در ساختمان و شرکت های ساختمانی کارها کاملا سقوط کرده، مردم در گرسنگی و فقر به سر میبرند. بله آقای بشردوست، در پایان برنامه هستیم و با عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه، بازم این خط چقدر میتونه که به نفع افغانستان و چقدر میتونه که به نفع چین باشه و همچنان چقدر میتونه که در اینجا افغانستان زیان باشه؟ 100 دلار دادستی که ما با ایران داریم، 95 دلار در جیب ایران میرود. اگر اشتباه نکنم 98 دلار با داد سودی ما با پاکستان داریم، 98 دلار از 100 دلار در جیب پاکستان میرود، 2 دلار در جیب 4 تا تاجرای افغانستان می رود. و همچنین رابطه‌ای که ما با چین داریم، تقریبا 96% پول از 100 دلار، 96 دلار در جیب چین می رود. و باز من تاکید می کنم که در بازار افغانستان بی‌کفایت‌ترین، تاریخ تیر شده‌ترین، پس در اینجا دیده میشه که بیشتر نفع چین می برد.
نه بیشتر نه، من فکر میکنم که تقریبا اما بزرگترین قسمت کیک اونا میخورن و اونا و چهار تا تاجری به وجدان ما متاسفانه. خیلی سپاس رمضان بشر دوست، نماینده باقی مردم عزیزی که در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در مقابل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی با 10 پول، یک یورو 74 افغانی با 54 پول، یک پاوند انگلیسی 88 افغانی با 52 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 13 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی با 9 پول، 1000 کلدار پاکستانی 631 افغانی با 7 پول و 1000 کلدار هندی 1022 افغانی با 5 پول. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلا کویتی 2350 افغانی، یک گرم طلا سنگاپوری 2300 افغانی، یک گرم طلا بحرینی 2400 افغانی، یک گرم طلا عربی 2450 افغانی، یک گرم طلا ایرانی 1900 افغانی و یک گرم طلای روسی 1900. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 55 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1335 افغانی، یک بوری برنج خارجی 1900 افغانی، یک لیتر تیل پترول 41 افغانی و یک کیلو گاز 67. سپاس از همراهیتان تا این دم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.